دادگاه عالی اونتاریوی کانادا پذیرش شکایت خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی علیه ولی فقیه ارتجا، سپاه پاسداران و دیگر سرکردگان حکومت آخوندی در دادخواست ثبت شده در دادگاه اعلام شده است رژیم ایران با سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی طبق قانون ضد تروریسم کانادا مرتکب یک اقدام تروریستی شده است. روز 22 دسامبر 2020 دوم دیما دادگاه عالی اونتاریو در تورنتو کانادا شکایت خانواده های قربانیان فاجعه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط رژیم را که متهمان آن شامل ولی فقیه ارتجا و چند تن دیگر از سرکردگان رژیم آخوندی هستند پذیرفته بر اساس این شکایت حکومت آخوندی با سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی طبق قانون ضد تروریسم کانادا مرتکب یک اقدام تروریستی شده است مارک آرنو، آرنولد و ببخشید و... مارک آرنولد وکیل شاکیان این پرونده با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر گفت حکم اولیه دادگاه عالی آنتوریو به این معنی است که همه متهمان شامل ولی فقیه رژیم ایران در موعد مقرر به دفاع از خود نپرداختند و این به معنی پذیرش کلیه اتهامات مطرح شده علیه آنها در این شکایت است در دادخواست ثبت شده در دادگاه عالی آنتاریو متهمان این پرونده علاوه بر خامنه ای عبارتند از سپاه پاسداران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پاسدار سلامی، سرکرده سپاه خامنه ای، باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، موسوی، سرلشکر بسیجی و سرکرده لشکر تحت امر ولی فقی ارتجا و حاجیزاده سرکرده هوافضای سپاه پاسداران.